بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول حدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 113 درباره زناشویی آنچه که خوشبختی نامیده شده است خواه ناخواه در همه افراد و گروه ها و ملل وضعیتی مربوط به زندگی زناشویی است یعنی خوشبختی در زندگی مشترک زناشویی اگر در این عرصه حس خوشبختی وجود نداشته باشد در هیچ عرصه دیگری از زندگی احساس خوشبختی نمیتواند وجود داشته باشد به همین دلیل است که واژه خوشبختی در همه فرهنگ ها به خودی خود معطوف به زندگی زناشویی است و این راز طبیعی را بایستی درک نمود زیرا کلید ورود به معمایی بس مزمن است که زناشویی نام دارد نخستین معمای وجود انسان معمای آدم و حوا طبیعی است که محسوس ترین انگیزه ازدواج همانا غریزه جنسی است و پس از آن میل به رهایی از تنهایی و سرگردانی است و نیز میل به یک زندگی مستقلی که در آن اراده فردی قدرت عمل و انتخاب داشته باشد و تجربه شود میل به استمرار بقا در فرزندان خود امری است که بعد از ازدواج به تدریج پدید می آید و به خودی خود به لحاظ اراده و آگاهی و احساس و انگیزه برای ازدواج نیست ولی از همه این انگیزه های آگاه و غریزی گذشته هر کسی پس از ازدواج به تدریج از خودش سوال می کند که اصلا چرا ازدواج کرده است و گویی که حقیقتا هیچ کس نمی داند که چه نیرویی وی را به ازدواج کشانیده است. میل جنسی، تنهایی، استمرار بقا، عرف و عادت و یا فرار از خانواده. حتی مجموعه کاملی از این انگیزه ها نیز نمیتواند دلیل قانع کننده ای برای کسی در جهت ازدواج باشد. هر کسی خوب می داند که واقعا دوچار نوعی کرختی و تلسم گردیده و تصمیم به ازدواج گرفته است. رازگونه بودن دلیل ازدواج کاملا محسوس است و همه انگیزه ها فقط عواملی هستند که به این امر اسرارآمیز وجودی لباس عملی می و آن را توجیه می کنند و مغز سرش را مخفی می دارند. بسیارند کسانی که همه دلایل و انگیزه های ازدواج را بیهوده می دانند و با این حال ازدواج می کنند. و نیز کم نیستند کسانی که دلیل کافی برای ازدواج کردن دارند و همسر ایدئال خود را نیز در درون خود می شناسند ولی با این حال هرگز موفق به ازدواج نمی شوند. به لحاظی می توان گفت که میل به پرستیدن و پرستیده شدن که امری قلبی و روحی می باشد در هسته مرکزی رازی قرار دارد که آدمی را به ازدواج می کشاند. میل به عشق و این میل به عشق کمترین جنبه ای از عشق است که در هر بشری در دوران قبل از ازدواج حضور دارد و بدون تردید اگر حس عشق و عاشق شدن هم نسبت به کسی پدید آید این ازدواج همان ازدواج اسطوره‌ای و ایدئال پنداشته می شود. هر بشری می خواهد اول عاشق شود و بعد ازدواج کند. این انگیزه در درجات متفاوت در هر انسانی وجود دارد. البته عموما دخترها میل دارند که کسی از آنها خواستگاری می کند عاشق آنها باشد ولی پسرها میل دارند که خود عاشق کسی باشند که از او خواستگاری می کنند. و به میزانی که چنین عشقی وجود دارد شرایط مادی ازدواج تحت و شعا قرار میگیرد و از اهمیت تعیین کننده ساقط می گردد. ولی اگر عشق به عنوان پیش درآمد ازدواج پدید نیامده باشد امید طرفین آن است که بعدا پدید آید پس همه لاعقل به امید عاشق شدن است که ازدواج می کنند هرچند که ده ها شرط مادی دیگری هم در سر داشته باشند ولی عشق اساس و محور ذاتی امر ازدواج است و نیز کم نیستند کسانی که میل ندارند با کسی ازدواج نمایند که عاشق او هستند چون این وضعی عموما در تمدن مدرن رخ داده است و به صورت امری فراگیر در می آید چون این میدی اساسا ناشی از شکست و ناکامی ها و عواقب تلخ و حولناک ازدواجهایی میباشد می باشد که بر اساس عشق پدید آمده است. این تجربه به صورت یک براست و عبرت اجتماعی منتقل می شود و تعلیم داده می شود و حتی تئوریزه می گردد. البته کسی که عاشق می شود ولی ازدواج نمی کند و بعداً با کس دیگری ازدواج می نماید دوچار یک دوگانگی شدید در عرصه حیات زناشویی شده که گاه زندگیش را به شکست و طلاق و خیانت می به هر حال ازدواج کردن و یا نکردن با معشوق هر کدام مسائل و تلخی های خاص خود را دارد و هرگز نمی ترجیحی قائل شد. این دو نوع کاملا متفاوت از تجربه های زندگی مشترک است. تردیدی نیست که کسی که با معشوق خود ازدواج نمی کند وی را در ذهن خود مبدل به یک استوره دائمی می نماید. ولی اساساً در زندگی هایی که با عشق پدید آمده به تدریج سیمای معشوق کمرنگ شده و از بین می رود و گاه هم به خیانت و یا طلاق می انجامد و مبدل به نفرت می گردد. به هر حال نفرت های بنیادی و دائمی همواره محصول عشق هستند و نفرت موجی دیگر از عشق و تداوم آن است و هرگاه نفرت نیز از دل برود عشق است که از دل رفته است از عشق در مقاله ای به کفایت سخن گفته ایم و اینک به جنبی دیگری از ازدواج می که همان ماهیت رابطه است رابطه ای که چون برقرار شد دیگر نابود شدنی نیست حتی با طلاق و یا قتل و یا مرگ و یا خیانت ازدواج تنها رابطه نابود ناشدنی بین دو انسان است اصولا وقتی که زن و مردی تحت عنوان ازدواج و یا غیر ازدواج حتی یک بار با هم همخوابه شوند دیگر هرگز نمی توانند یک یکدیگر را فراموش کنند این امری بسیار فراتر و عمیقتر از مسئله حافظه و خاطره است در اینجا قداست و جادوی تن بایستی مد نظر قرار گیرد که تا حدودی در مقاله رابطه جنسی مورد بررسی قرار گرفت چه یک فرد با همکار خود وقت بیشتری را می تا با همسر خودش ولی با دوست و همکارش رابطه ای بنیادی و ماندگار برقرار نمی کند مگر اینکه آن دوستی در وادی معرفت و هدایت پدید آمده باشد همخوابگی واقعی عظیم و راضی بس ذاتی است و به همین دلیل در عرف و اخلاق بشری خواه ناخواه از اهمیتی حیاتی و ذاتی برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آن را امری سطحی و دمدمی تلقی کند و به واسطه هیچ فلسفه و توجیهی هم نمیتوان بر اهمیت ذاتی آن فائق آمد. برای همین است که خیانت جنسی در نزد همه افراد بشری نابخشودنی ترین نوع خیانت محسوب می گردد حتی در نزد نیهیلیستا و حتی در نزد هم جنس بازان و حتی در نزد فواهش پس از آن که ازدواج می کنند. زندگی زناشویی نزدیکترین نوع رابطه بین دو انسان است و نیز عمیقترین این سخن معروف نیچه که نه میتوان با زن زیست و نه بدون او بیان راز زناشویی از دیدگاه مرد است که با ماهیتی دیگر از دیدگاه زن نیز همین است زن و شوهر نه از یکدیگر راه گریزی دارند و نه راه ورودی به همدیگر و این است هسته مرکزی تمام مسائل زناشویی و آنگاه که لاعقل یکی از طرفین به طور کامل امید وارد شدن بر دل همسر خود را از دست می دهد تصمیم به طلاق می گیرد. امید برود بر دل همسر خود به قصد تصرف دل او تصرف اراده و احساس و حیات و هستی او اتش یکی شدن و این اتش که نام دیگرش عشق است همانا راز زندگی زناشویی و مسائل و رنجهای آن می باشد و نیز راز جدایی و نفرت و خیانت تا سرحد انتقام و حتی جنایت و این همان میل ذاتی به ازدواج است میل به یکی شدن با دیگری فنا شدن در دیگری میل به فنا از فرت پوچی بقا این پوچی یک احساس است و نه یک فلسفه این پوچی در واقع همانا احساس فنا شدن است و برای گریز از این احساس است که آدمی ازدواج می کند تا شاید معنا یابد معنای ابدی پس می بینین که میل به ازدواج ذاتا و در نفس خودش میلی دیالکتیکی است و اشد تزاد را در بر دارد میل به فنا و میل به بقای ابدی این تضاد که گاه تا سرحد جنون و معمایی اسرارآمیز در می آید در بطن همه مسائل و بنبست های زندگی زناشویی حضور دارد. آدمی گاه از فرط عشق و نیاز طلاق را برمیگزیند حق طلاق هیچ کمتر از ازدواج نیست بسیاری پس از طلاق موفق می شوند که باطنا بر یکدیگر وارد شوند و یکدیگر را تصدیق و درک نمایند حتی اگر دیگر تا آخر عمر هم یکدیگر را دیدار نکنند و با هم تماس نداشته باشند در اینجا طلاق عین وسال است و این صورت دیگری از دیالکتیک زناشویی می باشد واقعیت عمومی این است که حتی موفقترین ازدواج ها نیز در موج اول تجربه فراق را به طرفین می چشاند نه را تجربه محال بودن وسال را محال بودن یگانگی محال بودن رهایی از تنهایی رهایی از تن و میل ذاتی به ازدواج همانا آتش ذاتی روح در رها شدن از تن است این احساس رهایی فقط در همخوابگی است که لحظه ای رخ می دهد. آنگاه که بدنی به بدنی نزدیک می شود از میان بر می خیزد و روح برای لحظه ای اروج می کند. میل به ازدواج ماهیتا همانا میل به رستگاری و معراج است که غریزه جنسی فقط بهانه‌ای برای این امر می باشد. این یک واقعیت است که به میزانی که زن و شوهر دچار جدال و بیزاری از یکدیگر میشوند میل جنسیشان به یکدیگر شدیدتر میشود و در این واقعه همخوابگی است که به طرز حیرت و فوق منطقی این جدال واضحتر و سامانگافته تر می گردد. برای همین است که در مواقع سوء تفاهم و جدال اگر رابطه جنسی نیز قطع شود کار به تشنج و انتقام می کشد و گاه مبدل به خیانت می شود. کسی که رابطه جنسی را تبدیل به حربه ای بر علیه همسرش می کند، انسانی احمق است. هرچند که این حماقت بسیار هم فراوان و در حال رشد است و یکی از زمینه های جرم و جنایت و انحراف جنسی می باشد و طلاقهای کور و تباه کننده ای را فراهم می آورد و به سوء تفاهم ها شدت می دهد. و نیز این راز که انسان به میزانی که به لحاظ عاطفی دارای همدلی با همسر است میل جنسیش تعادل می یابد. سوء تفاهم پر مصرفترین واژه ای است که در مسائل زناشویی بر زبان می آید و اصلا محور همه مشکلات زناشویی است و اتفاقاً آنهایی که بر اساس تفاهمات منطقی بسیار زیادی ازدواج می کنند بسیار سریعتر به سوء تفاهم می رسند و هر یک دیگری را متهم می کند که قبل از ازدواجش دروغ گفته و وی را فریب داده است. آنچه که سوء تفاهم نامیده می شود، در حقیقت حاصل ناکامی و بیمعرفتی فرد در یافتن درب برود به دل همسر خیش است و نیز حاصل ناتوانی در گشودن این درب است و یا حاصل مقاومت همسرش در باز نکردن درب دلش می باشد. وقتی که یکی از طرفین نخواهد که دیگری را به دل خود راه دهد سوء تفاهم رخ می دهد و مسئله این است که بایستی یکی در دل دیگری راه یابد و تا چنین نشود سوء تفاهم ادامه دارد و به جدال و طلاق ظاهری یا باطنی کشیده می شود و تا چنین نشود رابطه ی جنسی نیز همواره دچار مشکل و رنج است و ممکن است به کلی از بین برود زیرا به لحاظ روحی ارزا کننده نخواهد بود و اتحاد روحانی رخ روح نخواهد داد به بیان دیگر تا همدلی نباشد همخوابگی خاصیتی معکوس خواهد داشت و زمینه بیزاری و انحراف و رنجوری و حتی خیانت است و مستمرا شهوت جنسی را به طرز زجرآوری تشدید و بیمار می سازد. زن و شوهر باید بتوانند در دل همدیگر رفت و آمد داشته باشند در غیر این صورت چون این رابطه ای ناکام و زجرآور است و این نوع زن و شوهرها بدبخت نامیده می شوند. یعنی بخت راه یابی به دل همدیگر را ندارند بخت وسال واقعیت دیگر این است که هر کسی قدرت گشودن در به دل خود برای دیگری را ندارد خاصه برای همسرش چه بسا آدمی برای لحظاتی در به دلش را برای یکی یگانه بگوشاید و سپس فرار کند درد دل نمودن راز وسال در زندگی زناشویی می باشد و میزان و ابعاد و طبقات گشودن درهای کاخ دل همانا درجات وسال است درجات اتحاد و خوشبختی و رشد و سعادت و معنویت زندگی زناشویی عرصه انتخاب راه بهشت یا جهنم است راه صدق یا کذب رشد یا انحطاط وقتی کسی در دلش را برای همسرش نمی گشاید بدون تردید اعتماد کافی به همسرش ندارد اعتماد که راز خوشبختی است به چه معنایی می باشد در هر زندگی زناشویی به میزانی که اعتماد در خطر می افتد زجر و بدبختی رخ می دهد به زبانی سوء تفاهم محصول بیاعتمادی است در درجات گوناگونش بیاعتمادی به چه برای چه آدمی کلا به کسی اعتماد می کند که مطمئن باشد که وی را درک می کند و تصدیقش می نماید. این ادراک و تصدیق مربوط به دو امر می شود. خاطرات گذشته و احساسات جاری. به میزانی که اعتماد نباشد پنهانکاری حوادث گذشته و ریاکاری در احساسات جاری پدید می آید و رابطه را غرق در بدبینی نموده و آتشین و عذاب آور می کند و به انحطاط می کشند. و بر شدت و حدت بیاعتمادی نیز می افزاید تا آنجا که زن و شوهر به چشم دشمنان درجه یک به هم دیگر نگاه می کنند و به توطعه بر علیه یکدیگر میپردازند و کار به فاجعه می انجامد. تمام آنچه مسئله اعتماد را معنا می امر بخشودگی می باشد که در بطن خود معرفت و تصدیق را دارا می باشد. آدمی فقط آن خاطرات و حوادثی را پنهان می کند و آن احساساتی را می پوشاند که می داند همسرش را بد می آید و موجب بدبینی همسرش نسبت به خود می گردد و این همان حوادث و احساساتی است که معمولا در فرهنگ و عرف و اخلاق زشت شمرده شده است و زشتیش در فطرت بشری نیز واکنش نشان می دهد. یعنی در واقع خود فرد هم آنها را نیکو نمی داند و لذا از همسرش مخفی می دارد. این مخفی کاری یکی از علل بیگانگی و دوری در رابطه زناشویی است که هموار باقی میماند و امکان گشایش درب دل را نیز محال می سازد. زیرا حوادث گذشته زندگی هر فردی به طور آگاه و ناخودآگاه در احساسات و اندیشه و تصمیم گیری های روزمره فرد دخیل است و اگر همسر دلیل هر احساس و تصمیمی را در طرف مقابل خود درک نکند مسلما دوچار سوء تفاهم شده و بر بیاعتمادی افزوده می شود. پس بیاعتمادی یعنی بیاعتمادی به قدرت بخشندگی همسر در قبال خطاهای گذشته ای که هنوز در وجودش فعال و مؤثر است در واقع همسر تنها کسی است که اگر نبخشد فرد بخشیده نمی شود و از اسارت گذشته تاریک و رنجورش رها می شود و لاعقل در رابطه زناشویی هرگز آسودگی و آرامش و تفاهم و عزت و همدلی پدید نمی آید. بایستی زن و شوهر بتوانند یکدیگر را ببخشند تا به دل همدیگر راه یابند و تا به دل همدیگر راه نیابند نیز نمی توانند همدیگر را ببخشند در واقع زن و شوهر بایستی گذشته خود را تحویل یکدیگر بدهند و از یکدیگر طلب بخشایش نمایند تا بتوانند در اکنونیت زندگی هم فکر و هم احساس و همراه و واقعا شریک شوند و این همان راه به سال و به هم رسیدن است فاصله بین زن و شوهر همانا گذشتشان می باشد چه گذشته قبل از ازدواج و چه گذشته زندگی زناشویی پس درد دل کردن تنها راه نزدیکی و رفع سوء تفاهم و کسب اعتماد است راه بسال به میزانی که تنها به هم دیگر نزدیک می اگر دلها به هم نزدیک نشود این رابطه محکوم به عذاب و تباهی است و رابطه جنسی را مبدل به اشد ها می سازد و تبدیل به کارخانه بسیاری از امراض جسمانی و عصبی و روانی و اخلاقی می نماید و دین و دنیا را در خطری جدی می اندازد و عقل و وجدان را نیز مختل می سازد. اگر ندانی که چرا همسرت شبها بد میخوابد چرا افسرده است چرا عصبی است چرا رفتارهای متناقضی دارد و غیره مسلما بدبینی و بیاعتمادی و جدایی دامن میزند و مشکلات را دو صد چندان میسازد پس جدایی و بیاعتمادی اگر ادامه یابد ثابت نمیماند بلکه مستمرا بر اعماق و ابعاد و شدتش افزوده می شود تا رابطه دوزخی شود و فرد ریاکار در آتش آن بسوزد و این عذاب است عذاب بی اعتمادی کسی که اساس را در بی اعتمادی می نهاد تا مگر آن ثابت شود هرگز به اعتماد نمی رسد و بلکه در تردید و انزبا و عذاب درونی غرق می شود جایی که دچار جنون می شود. یعنی همان مرض بدبینی و وسواس و حسد و جاسوسی که بسیاری از زن و شوهرها مبتلایش هستند و با انواع عذابها دست و پنجه نرم می کنند. واقعیت تجربی این است که آن کس که اعتماد نمی کند ابله است. آن که اعتماد نمی کند در واقع به حقانیت و درستی صدق و بیریایی است که اعتماد نمی کند یعنی به اعتماد است که اعتماد ندارد و این به معنای دینی همان کفر است کافر کسی است که به صدق اعتماد ندارد و صدق را نادرست می داند و کذب را برمیگزیند یعنی راه غرق شدن در عذاب مریب یا عذاب شک که همان منشأ همه مفاسد و بدبختی‌ها و عذاب دیگر است. اگر زناشویی رابطه است و اشد رابطه هاست پس راه رابطه همان صدق است. و کسی که به همسرش اعتماد ندارد و با وی همدلی نمی کند و راز دل نمی گوید در واقع با گوهره و سر زناشویی در حال نبرده است. با روح رابطه می جنگد. ضد رابطه است ضد رشد است ضد رستگاری و ضد دین است و خسم خیشتن است احمق است چون این کسی ضد عشق است یعنی دشمن خوشبختی خیش است پس رابطه زناشویی هسته مرکزی تجربی دین و عقل و بشدان است و از اینجاست که هر کسی راه خود را برمیگزیند هدایت یا زلالت دوزخ یا بهشت رشد یا انحطاط سعادت یا شقابت صدق یا کذب اعتماد و یا شک آنکه اعتماد می کند در واقع به دین سر می سپرد و به خداست که اعتماد می کند و خدا را باور دارد و دین او را تصدیق کرده است زیرا رس و محور دین خدا همانا صدق است علی علیه السلام از بابت دروغی که به من گفتی تو را نمی بخشم زیرا اعتماد مرا نابود کردی این مضمون سخن نیچه راز عظیم سید را نشان می دهد و تنها راه نجات از بدبختی و سوء تفاهم و فاجعه در هر رابطه و به خصوص در رابطه زناشویی که رابطه ای فناناپذیر است آن است که فرد به دروغ های گذشتش در نزد همسرش اعتراف نماید و طلب عفو کند این گونه است که روح اعتماد و سعادت پدید می آید و به ناگاه دوزخی تبدیل به بهشت می گردد جز این هیچ راه دیگری وجود ندارد کسی که به همسرش اعتماد ندارد و به او راست نمیگوید به هیچ کس نمیتواند راست بگوید ولذا در انزوای دوزخی خود غرق می شود و دچار امراض کسیری می گردد و این عذاب دروغ و ریا و بی اعتمادی می باشد دروغ نخستین در زندگی زناشویی نطفه اولیه جدایی و بی اعتمادی و دوزخ زناشویی است تا به آن دروغ اعتراف نشود و آن دروغ بخشوده نگردد رابطه زناشویی در, در دروغ غرق می شود یعنی در آتش و لذا زن و شوهر از میان این آتش امکان نزدیک شدن به یکدیگر را ندارند باید دروغ را از ریشه اش برکند تا اعتماد پدید آید و رابطه برقرار شود زندگی زناشویی آفت و دشمنی جز دروغ ندارد و دروغ مهد حرف سادی است رسول اکرم صلی الله هر دروغی فقط یک دروغ نیست بلکه بذری است که مبدل به درختی می شود که هزاران هزار میوه دروغی می دهد و مبلد و کارخانه صدها دروغ بعدی می گردد. هر دروغی بذری از فساد و دری از دوزخ و جهانی از رسوایی و زجر و ناکامی است. هر دروغی بذری است که فرد دروغگو در نفس خود می کارد و می و وجود خود را به سیاهی می کشاند و لانه شیاطین می کند. شیطان به امر خداوند به دروغ گویان نزدیک می شود قرآن پس راه شیطنت همان راه دروغ است و بدترین نوع دروغ آن است که حتی پس از رسوایی نیز انکار شود این وضع به همسر ثابت می کند که در مقابل یک دشمن آگاه و قسم خورده قرار دارد در انکار دروغ های رسوا شده است که اعتماد به کلی نابود می شود و فرد منکر شونده در انزوای محض دوزخی خود سرنگون می شود و هرگز یار و یاوری نمی یابد و از اینجا به انواع امراض روانی مبتلا می شود و این عذاب فوق عذاب است زیرا آنگاه که خداوند دروغی را رسوا می کند امکان توبه و طلب مغفرت و عف را برای فرد دروغگو در رابطه با همسرش فراهم می آبرد و اگر دروغگو باز هم انکار کند دیگر حجت بر او تمام می شود و به عذاب خدا که تنهایی دردناک و سوزاننده و بی اعتمادی مطلق همسرش می باشد مبتلا می آید زیرا درب رحمت و بخشودگی را می بندد. و از اینجاست که رابطه فرد با همسرش کاملا قطع می شود و طلاق حقیقی جاری می گردد حتی در صورت ادامه زندگی و این بدترین نوع طلاق است که در آن هیچ گشایشی نیست و همچون یک بنبست ابدی می باشد. در چنین مواردی که توبه و اعتراف و طلب عفو صورت نگیرد عاقلانه ترین کار طلاق واقعی است در غیر این صورت اشد عذاب ها رخ می نماید زیرا رابطه ضد رابطه رخ داده است یعنی فرد دروغگو و منکر با ذات خلقت انسان به نبرد پرداخته است نبردی بر علیه خدا دروغگویی به عنوان تنها عامل منهدم کننده رابطه زناشویی با هیچ کار دیگری قابل جبران نیست صدقه دعا خیرات و حتی جانفشانی و ایثار مالی در رابطه با همسر دروغگویی را فقط و فقط و فقط میتوان با راستگویی جبران نمود آن هم راستگویی در رابطه با همان دروغ خاص زیرا انسان دروغگو مقدسترین حق زناشویی یعنی اعتماد را نابود کرده است و عالیترین و حیاتی ترین حق همسر خود را تباه نموده است و بایستی این حق را به باز گرداند و خداوند طبق کلام خودش چون این گناهی را به هیچ طریقی نمی بخشد زیرا این حق و ناس است و بایستی حق مردم به مردم اعاده شود. مثل کسی که مال دیگری را قصب نموده و ثروتمند و بینیاز شده است و حالا بخواهد به درگاه خدا توبه نماید و انتظار بخشش داشته باشد. از عدالت خدا بدور است که چون این توبه ای را بپذیرد. این دزد اول بایستی مال صاحبش را به او برگرداند و از صاحبش طلب مغفرت نماید و سپس به درگاه خدا توبه کند تا خدا هم او را عفو کند و در زندگی زناشویی چه حق و ارزشی و کالایی حیاتی تر از اعتماد وجود دارد. کسی که این کالا را دزدیده و نابود کرده بایستی آن را از طریق راستگویی و اعتراف و توبه در نزد همسرش به او برگرداند و یعنی محال است که خداوند وی را عفو کند و از عذاب دنیا و آخرت برکنار دارد آنکه زندگی زناشویی را با صدق آغاز می کند بر عشق وارد می شود بر جنت خدا و آنکه با کذب آغاز می کند بر فسق وارد می شود و بر دوزخ وارد می شود. صدق موجب خلق و اعتلای عشق می شود و کسب هم موجب نابودی عشق می گردد. عشق نیز دشمنی جز کذب و ریا ندارد. زیرا عشق همان راه اتحاد دو انسان است و کذب مانع این اتحاد است. هیچ خطا و گناهی بنیادی تر و حولناکتر از دروغ بریانیست نیست حتی از زنا هم خطرناکتر است زیرا زنا از محصولات دروغ است زیرا کسی که با همسر خودش از درب صدق هم خوابه نمی شود همواره دچار یک قحطی روانی است و همین ناکامی روانی زمینه پنداری به قایت ابلهانه می شود که امکان خیانت و زنا را پدید می زیرا وی می که در همخوابگی با دیگری می تباند این آتش روحی خود را التیام دهد ولی به دوزخ زخمی افتد. زنا از عذابها و نتایج حاصل از دروغگویی است و حتی فقط ممکن است در حد زنای ذهنی باشد در حالی که با همسر خودش خوابیده و در خیال دیگری زجر بکشد چون این رابطه ای یک عذاب عظیم است زیرا کسی که با همسرش همدل نباشد و همسرش را به دل خود راه ندهد دیر یا زود دیگران در او راه میابند و این همانا زمینه زنا میباشد باشد زیرا آدمی ذاتا نیاز دارد که کسی را به دل خود راه دهد و با کسی راز دل بگوید و همدل شود. این همدل سانوی همان فاسق است که وارد زندگی زناشویی شده است. انسانی شیطان صفت که چون فرشته می نماید تا بر دل وارد شود و دل را به آتش بکشاند. آتش دوزخ کسی که به همسر خود دل ندهد و راز دل نگوید و همدل نگردد، خواه ناخواه به تدریج به سمت اکراه و بیزاری تا سرحد ادابت و نفرت می روید. و این راز آتشی است که در اکثریت کانونهای داغ زناشویی برپاست و فقط با آب صدق فرو می نشیند و جز این هیچ علاج دیگری ندارد چه در صورت ادامی زندگی و یا حتی پس از طلاق کسی که با دروغ زندگی کرده و با دروغ طلاق گرفته است در ازدواج های بعدیش نیز جز دروغ راه دیگری ندارد و بر دوزخ حولناکتری وارد می شود. ولی اگر کسی راست بگوید حتی اگر این راستی منجر به طلاق شود در ازدواج های بعدیش خوشبخت می گردد. پس دروغگو همواره در خطر و ضرر و عذاب است و مستمرن به سمت خودفریبی و حماقت تا جنون راه می پیماید. جنونی که عرصه رسوایی همه جانبه دروغ های اوست وای بر دروغ قرآن کریم آدمی به میزانی که از همسر خود دور و بیگانه است از کل جهان و جهانیان دور و بیگانه است رابطه زناشویی میزان و کارخانه جوشش همه روابط انسان در جهان است کسی که به همسر خود اعتماد ندارد به هیچ چیز و کس اعتماد ندارد و این یعنی زیستن در جهانی که جز ترس و اضطراب و نفرت وجود ندارد و جز دروغ و توطعه و خیانت حکومت نمی کند. جهانی که امروزه در همه عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اعتقادی و اقتصادی و علمی و فنی شاهدش هستیم و جز فریب و خیانت محصولی ندارد نماد بیرونی ماهیت زندگی زناشویی افراد بشری در سراسر دنیاست. جامعه صورت آشکار زناشویی هاست همانطور که زناشویی هسته مرکزی تجمع و نطفه هر رابطه جدی است. روابط اجتماعی سلسله مراتب بیرونی رابطه زناشویی است. جامعه و خانواده ظاهر و باطن امری واحد است. امر رابطه کسی که با همسرش بیگانه است با والدین و خواهر و برادر و همه آشنایانش بیگانه است و با خدا و حقیقت و زندگی بیگانه است. موجودی عقیم است و به قول قرآن کریم همچون گاوی است که نبار میکشد نه شوخ میزند نشیر میدهد و نه تولید می مثل میکند مثل گوساله سامری فقط طالب آن است که همه او را بپرستند و همه را از راه حق گمراه کند کسی که همدل همسرش نیست همدل با خودش نیز نمیتواند باشد زیرا دل آدمی که کانون روح و معرفت و حیات و عاطفه و عزت و قداست انسان است فقط و فقط در دل سپردن به انسان دیگری است که جان میگیرد و زنده میماند و رشد میکند و در غیر این صورت به تدریج میمیرد و این مرگ انسانیت است هورند و کرند و لالند و آنها را دلی نیست مردگانند قرآن و کسی که با نزدیکترین فرد به خودش یعنی با همسرش میل به رابطه قلبی ندارد یعنی اصلا میلی به رابطه ندارد یعنی میل به روح یافتن و رشد و انسانیت ندارد یعنی میلی به دین و هدایت ندارد و چون حیوانات هستند و بلکه از حیوانات هم پست ترند قرآن و این رفتن به سوی خودپرستی محض است که در تن به انواع عذابهای جسمی و روانی منجر می شود. کسی که به اعتماد اعتماد ندارد به رابطه اعتقاد ندارد. درباره اهمیت رابطه به مقاله‌ای تحت همین عنوان در این کتاب رجوع کنید. رابطه انسان با چیزی به معنای رابطه انسان با واقعیت وجودی چیزی که هست می باشد. و زندگی مشترک یعنی در میان نهادن واقعیت وجودی خیش و آنکه دروغ میگوید و ریا می کند یعنی آنچه که نیست را در میان مینهد و به مشارکت میگذارد. گذارد ولذا در تجربه زندگی زناشویی از نیستی خود برخوردار می شود ولذا به سمت پوچی و هیچی می رود عذاب و عذابها جملگی تجربه نیستی خیشتن است آدمی با در میان نهادن تمامیت آنچه که هست در واقع هستی خود را به عرصه روشنایی می نهد و آدم دروغ او همباره هستی خود را در فراموش خانه ای پنهان می سازد و در تاریکی قرار می دهد. نور و ظلمت هدایت و گمشدگی هرگز نمی توان با درمیان نهادن و شرکت دادن فقط جنبه از وجود خود یک زندگی زناشویی دوستانه و خلاق و زنده پدید آورد و در آن تعالی و سعادت یافت زیرا آن بخش مشارکت داده نشده همواره تولید تزاد می کند و وجود فرد را به استحلاک می کشد و این تناقضات موجب می شود که حتی آن بخش های درمیان نهاده شده نیز از درجه اعتبار و اعتماد ساقط گردد و به تدریج به آن فراموش ریا و دروغ رجعت نماید و پنهان شود و تاریکی تمام وجود را فراگیرد زندگی زناشویی یا یک شرکت تمام ایار و همه جانبه و وجودی است و یا کانون نبردی بی پایان به سوی مرگ و نیستی وجود فرد تقسیم شدنی نیست آنکه میخواهد تقسیم بندی کند دچار تزاد و عذاب شده و به سوی استهلاک و بیماری می رود و دو شقه می گردد. همانطور که زن و شوهر به لحاظ جسمانی بایستی در همخوابگی اوریان باشند به لحاظ روانی هم بایستی تماما اوریان باشند وگرنه اوریانی جسمانی به سمت فساد و سوء تفاهم و زجر می رود و گاه اصلا ناممکن می آید. و از آنجایی که آدمی ذاتا میل به اوریانی جسم و روان خود دارد لذا اگر زن و شوهر در رابطه با یکدیگر اوریان و بیریا نباشند جبران به جستجوی کسی میافتند که در رابطه با او اوریان شوند و این همین زمینه خیانت و زنا می باشد و اگر چنین هم نشود آن فرد ریاکار به سوی افسردگی و امراض روانی و جسمانی پیچیده ای می روید. پس واضح هست که یک زندگی زناشویی صادقانه و سالم و تعالی بخش و خوشبخت مستلزم ایمان به خدا و دین او و میل به حقیقت و رشد می باشد. کسی که به صدق به عنوان اساس دین و اخلاق و انسانیت اعتقادی ندارد نمی تواند خوشبخت شود. کسی که صداقت را حماقت می داند یک احمق کامل است و از خوشبختی بیگانه است و در همه رابطه ها رنجور و متشنج است و به طرز فضاینده ای از مرگ می حراسد. زیرا با روشی که در پیش گرفته جز مرگ و نیستی را تجربه نمی کند زیرا واقعیت هستی خود را آنقدر پنهان نموده که به کلی در تاریکی گم شده است. راه بهشت و دوزخ از زیر لحاف پیدا می شود و انتخاب می گردد. واقعیت این است که این مشارکت و در میان نهادن هستی خیش در زندگی زناشویی به یک باره و به طور کامل و آنی امکان پذیر نیست و بلکه مهم این است که میل به مشارکتی صادقانه وجود داشته باشد و در این صورت است که عمر زناشویی همانا عمر رشد و درجات تکامل و معرفت و سعادت می شود و در غیر این صورت عمر سقوط و طی طریق در دوزخ و تاریکی است زندگی کسی که بر اساس صدق و ایمان با همسری بی ایمان و کذاب عمری را گذران می کند و صبر و رحمت پیشه می کند بس حیرت آور و مکاشف آمیز و خلاق است زیرا با کسی که نیست مربوط است و در نیستی او طی طریق می نماید و ره به سوی عالم غیب و مکاشفات متافیزیکی و حالات روحانی می برد و این از اجر خارق العاده خداوند به انسان صادق و صبور است صدق و صبر اساس سعادت و سلامت و تعالی و هدایت در زندگی زناشویی است چه طرف مقابل صادق باشد و یا نباشد و اتفاقا کمال صدق در مقابل کمال کذب است که رخ می نماید و کمال انسان صادق را میسر می سازد. کارخانه تکامل معنوی و انسانی زندگی زناشویی است. کسی که در این کارگاه خلقت شکست بخورد و ساقط گردد در همه جا ناکام و ساقط می شود. اینجا کارخانه خلقت انسانی انسان است. کسی که در این کارگاه انسان نشود در هیچ کجای دیگری امکان انسان شدن ندارد و نیز اینکه کسی که دروغ نگوید هرگز به واسطه دروغ همسر خود فریب نمیخورد و گمراه نمی شود و اتفاقا ریاکاری های همسرش موجب رشد فزاینده او می گردد صبر با همسر همانا صبر رو در رو با خداست صبر با حقیقت مطلق است صبر با جمال متافیزیک در فیزیک است و ماندن با همسری ریاکار همانا ماندن با کسی است که وجود ندارد هماغوشی با نیستی هماغوشی با متافیزیک همسر ریاکار به مانند آستانی عالم غیب است و زندگی و صبوری و رحمت در رابطه با چنین همسری البته از اشد عالی ترین کاری است که انسان می تواند برای رشد خود در این جهان انجام دهد و البته کاری کبیر و معجزه آسامی باشد و سعی در چنین وضعی از عالی ترین تلاش های بشر است و سمراتی متافیزیکی و روحانی دارد و ره صد سالی که تکامل را یک شب ممکن می نماید. همه مؤمنان در قرآن دعوت به چنین صبری شدهاند. و اما حقیقت بنیادی دیگر این است که هر آنچه که در مرد هست در زن نیست و بالعکس درک این حقیقت به مسابه درک ذات زناشویی و کشف اخلاق زناشویی است یعنی هر چه که در جوهره ادراکی و حسی و عاطفی مرد امری درست و زیبا و مطلوب می آید در زن برعکس می باشد و نه در هر زنی بلکه در همسر وی و این مسئله بایستی به دقت لمس شود که مسائل کلی و اجتماعی و فرهنگی مربوط به زن و مرد اساسا متفاوت است از مسائل مربوط به زن و مرد در رابطه زنوشویی بسیاری از مردم و اصولا اکثر روشن فکران جدید این دو حوزه از تجربه مربوط به حیات و ارتباط را یکی میپندارند و سعی در یک ثانیه این دو قلم رو دارند که اساسا تلاشی عبس و تشنج و ناکام است واقعیت این است که اخلاق زناشویی به کلی متفاوت از اخلاقی است که بین زن و مرد در عرصه های حیات فرهنگی و علمی و شغلی و دوستانه و امثالهم وجود دارد وقتی که دو نفر پیمان زناشویی میبندند با تمامیت وجود خواه ناخواه وارد جهانی کاملا جدید می شوند که در آن احساسات و سلیقه ها و اندیشه ها و رفتار و گفتار و خوردن و خوابیدن و تفریح کردن و امثال هم به کلی از روح متفاوتی برخوردار است و عموم زن و شوهرهای جوان در همان آغاز ورود دچار حیرت و حتی پریشانی و گاه سرخوردگی می شوند و این دال بر عدم فهم این جهان جدید است که ایجاد حراس می کند. زناشویی یک عهد و میثاق است ولی نه مثل هر قرارداد دیگری. تفاوت در چیست؟ در اینجا عهدی قلبی با حضور روح و وجدان صورت میپذیرد و ذات بشری دخیل می گردد. هر پیمان دیگری سطحی است حتی پیمان های عقیدتی و مذهبی و فلسفی این تنها پیمانی است که بین دو انسان با شرایط و قواعد مذهبی و با سوگند قلبی و با یاد خدا و در ارتباط متافیزیکی بسته می شود ظاهرا و باطنا نیز چنین است و در همه ملل این گونه است ولی مسئله بنیادی آن جنبه تشریفات ظاهری نیست که چه بسا ممکن است دو انسان بی هیچ تشریفات و بی حضور هیچ کس بین خود پیمان زناشویی ببندند و این به لحاظ دین هم امری نادرست نیست. این دو انسان هنوز نمیدانند که چه پیمانی بستند ولی بعدها به تدریج و به طرز سهرامیزی راز افسانه‌ای و متافیزیکی این پیمان ابدی و نابود نشدنی را لمس می کنند و در آن متحیر می گردند و لذا زناشویی را یک واقعه و انتخابی آسمانی و مربوط به سرنوشت ازلی می تا آنجایی که مربوط به اراده و آگاهی این دو انسان در عقد زناشویی می آن است که میپندارند که تا حدودی همدیگر را درک کرده و پذیرفتند و بر اساس این پیمان بایستی زیر یک سقف زندگی کنند با هم بخورند و بخوابند و در امور زندگی مشارکت نمایند و فرزندانی به دنیا آورند و آنها را بزرگ کنند معمولا چیزی بیش از این در حیطه اراده و آگاهی و انتخاب همسر وجود ندارد آنها هنوز نمیدانند که با هم خوردن و خوابیدن کاری بسیار بنیادی تر از امر شکم و زیر شکم است نمیدانند که تمام وجود و روح در این واقعه بظاهر غریزی و کور و حیوانی دخیل می شود آنها اگر پیشا پیش بدانند و باور کنند و لمس نمایند چه بسا هرگز میل به ازدواج نیابند. به همین دلیل است که کسانی که برای انکار و دفع این مشارکت روحی و قلبی و تمام ایار جدا می شوند در ازدواج بعدی خود به شدت حسابگرانه و مکانیکی و به اصطلاح علمی فنی وارد کار می شوند و به ناگاه این ازدواج جدید را بسیار شاق تر از ازدواج اول می آبند. به همین دلیل ازدواج دوم بسیار سریعتر و شدیدتر به بنبست می رسد اگر قرار باشد که مشارکت تمام ایار وجودی انکار شود و فرد همچنان بخشهایی از وجود خود را به صورت مالکیت خصوصی و سری برای شخص خودش محفوظ و پنهان و بر کنار نگه دارد و به میدان زناشویی نگذارد زناشویی پیمان اوریان شدن تدریجی و فضاینده در مقابل روی یکدیگر است همه زشتی ها و زیبایی ها و خوبی ها و بدی ها باید در میان نهاده شود و خواه نخواه در میان نهاده می شود و این از اراده زن و شوهر به کلی خارج است و آنهایی که طاقت این اوریانی را ندارند میل به طلاق پیدا می کنند. در زندگی زناشویی هیچ مشکلی جز واقعی اوریانی متقابل وجود ندارد و ما بقیه مسائل بحانه کاذب هستند که زن و شوهر پشت این بحانه ها پنهان می شوند. و آنچه که مذاکرات قبل از ازدواج محسوب می شود تا مسائل و انگیزه های مشترک پیدا شود و تفاهمی پدیداید نیز مربوط به واقعی اوریان شدن پس از, از ازدواج است. مثلا کسی که خواستگار خود را به خاطر کمپولی یا فقر رد می کند بدان معناست که خود را می شناسد که در وضعیت نداریها به سرعت اوریان می شود و نمی خواهد که اوریان شود. و اگر بسیاری از طلاقها تحت انبان مشکلات مادی رخ می دهد دروغی بیش نیست بلکه مشکلات مادی موجب می شوند که زن و شوهر به سرعت و شدت اریان شوند و ماهیت نهان خود را ایان سازند و به مشارکت بگذارند به زبان دیگر طلاقی رخ نمی دهد مگر اینکه زن و شوهر و یا یکی از آنها میل به مشارکت بیشتر در زندگی زناشویی را ندارد میل به اوریان شدن و آشکار شدن بیشتر میل به دیده شدن بیشتر میل به خودشناسی بیشتر میل به ارتباط و اتحاد بیشتر زندگی زناشویی عرصه اوریان ترین و بنیادی ترین و طبیعی ترین و اجتناب ناپذیر ترین نوع خودشناسی است خودبینی خودآزمایی خودیابی و برای همین است که عرصه انتخاب سرنوشت ابدی نیز در همین جاست جا سرچشمه شریعت و انتخاب راه برای درک بهتر این حقیقت به مقالی شریعت در همین کتاب رجوع نمایید زندگی زناشویی سرآغاز قیامت فردی است و این است که قرآن می‌فرماید که هیچ کس به تنهایی به بهشت یا دوزخ وارد نمی شود و هر کسی با یاری وارد می شود و یکی از مشهورترین و عمومیترین این یاران همانا همسران هستند قرآن کریم همسر و فرزندان را دشمن ایمان فرد معرفی کرده است یعنی دشمن امر دین و هدایت بر استگاری و تعالی حقانیت این کلام بر حسب تجربه واقعیت تاریخی درک و تصدیق می شود و هر مرد مؤمن و اهل معرفتی هم آن را باور دارد. در این آیه اصلاً مطرح نیست که همسر مورد نظر کافر و یا مؤمن باشد. اگر کافر باشد که واضح است بایستی دشمن ایمان همسرش باشد، ولی مسئله این است که اگر مؤمن هم باشد دشمن ایمان همسر خود می باشد چرا؟ و یا علی علیه السلام می فرماید که هر چه که برای مرد خوب است برای زن بد است و در فرهنگ مسیحیت اساسا زن مظهر شیطان دانسته شده است گویی شیطان از طریق زن بهتر و لطیفتر از هر طریق دیگری میتواند به مرد نزدیک شود و این یک واقعیت تجربی است. آدمی به هر چیزی که بیشتر مایل و محتاج است از همان طریق به اشد فریب و بدبختی ها دوچار می شود. مسئله این است که حتی ایمان زن نیز از جنس ایمان مرد نیست. علمش و شعورش و عاطفه اش نیز به کلی ماهیت دیگری دارد و این تفاوت و بلکه تضاد عظیم منشأ دیگری از سوء تفاهم زناشویی می باشد زیرا هر کسی طرف مقابل را قیاس به نفس خود می کند و لذا درک نمی کند و او را ضد خودش می و بلکه دشمن خودش ولذا به بدین طریق در جستجوی همسری ایدئال بودن جستجوی عبس و بیپایان است و به مانند جستجو کردن چیزی است که اصلا وجود ندارد آنچه که خاص در جهان علمی و روشنفکری معاصر تحت انبان تفاهم زناشویی مطرح می باشد موضوعی بیهوده و غیر واقعی است و وهمی بیش نیست حقیقت این تفاهم آن است که آنچه که هست بایستی با آنچه که نیست زندگی کند و آنس بگیرد و در آن نفوذ کند و ره تکامل بپیماید تفاهم آب و آتش و نه برابری آب و آتش این برابری فقط به عقیم شدگی زن و مرد هر دو میرسد به پوچی و انهدام هم جنسگرایی و یا سکس مرز و سپس تخدیر و خودکشی به انواع مستقیم و غیر مستقیم. فقط صفرها با هم برابرند و قبرها و برابری کامل در نابودی کامل ممکن می شود. آنکه هست و تظاهر می کند که نیست و آنکه نیست و تظاهر می کند که هست. این است منشه همه مشکلات بیپایان و مستحلک کننده زناشویی. این تظاهر مربوط به کلیه ی عالم صفات و اعمال و احساسات و اعتقادات و تجربیات و حوادث گذشته و جاری می شود و نهایتا و در کل مربوط می شود به امر عشق و نیاز ذاتی زن و شوهر به یکدیگر به میزانی که این نیاز دگرگونه جلوه داده می شود و مخفی می گردد و یا به کلی انکار می شود مشکلات روی می و سوء تفاهمات پدید می آیند. مسئله این است که زن و شوهر در رویا روی با یکدیگر دچار وضعیت فنایی می شوند. دوچار نوعی متوشی که حتی می آن را نوعی جنون بسیار مخصوص هم نامید. ولی ما آن را همان وضعیت عشق و فنا می نامیم. بر رابطه همه زن و شوهرها حاکم است ولی عموما درک نمی شود. در نفرت بارترین رابطه ها نیز شدید ترین عشقهایی حاکم است که انکار شده است زیرا گویی در نزد انسان جاهل هقارت ها میز می نماید و باید نف شود و پنهان گردد. این مسئله در نزد زنان شدیدتر و عمومی تر است و این جنبه ای از همان مکر عظیمی است که به زنان نسبت داده شده است هرچند که در این مکر حقیقتی نهفته است که خود زنان نیز عموماً از آن بیخبرند و مردان نیز اکثرا آن را درک نمی کنند باید دانست که زن در رابطه زناشویی موجودی کاملا طبیعی است حتی مصنوعی ترین رفتارهایش نیز طبیعی و خود به خودی و ذاتی است حالان که در رابطه غیر زناشویی این گونه نیست ولی مردان از رفتارهای غیر طبیعی و ریایی بیشتری در زناشویی برخوردارند الا در زیر لحاف که کاملا طبیعی هستند و نمیتوانند که نباشند ولی زن در زیر لحاف میتواند به شدت مصنوعی و ریاکار باشد و اکثرا هم کما بیش این گونه است هرچه که یکی از این دو طبیعی تر باشد دیگری مصنوعی تر است هرچه که یکی از این دو صادقتر باشد دیگری ریاکارتر می شود و حقیقتی را هم که در ریا نهفته است باید درک نمود در غیر این صورت آتش بنیاد برانداز زناشویی می گردد. در درک این ریا می باشد که می توان بر آن فائق آمد. ریاکار بودن مرد اساسا مربوط می شود به حیات اجتماعی او در جامعه کلان. ولی ریای زن محصول این نیت ذاتی اوست که مالکیت ششدانگ شوهرش را طلب می کند تا اراده اش را تماما در قدرت خود قرار دهد و در این نیت خود تا دم مرگ پافشاری می کند و از پای نمی نشیند. زن میخواهد مرد را از جنس خودش کند ولی مرد فقط حمایت زنش را میخواهد و نیز رضایتش را و ارزای بی قید و شرط شهبت خود را ولی برای زن ارزای شهبانی خودش و رضایت و حمایت شوهرش از وی کافی نیست و یک امر ثانوی میباشد امر اول در نزد اکثریت قریب به اتفاق زنان آن است که مرد تسلیم ارادی او باشد و درست عین او باشد به لحاظ صفات و خلق و خوی و اندیشه و کردار اینها ویژگی ذاتی زن و مرد است به شرط آنکه هنوز به انحرافات جنسی و امراض روانی مبتلا نشده باشد زن خودشیفته است و مرد هم زن است مگر اینکه در درجات معرفت دگرگون شده باشند و تعالی یابند زن عموما موجودی درونگراست و مرد هم عموما موجودی برونگراست هر که درونگرا باشد همه را مجذوب خود می کند مردان درونگرا نیز چون این صفتی را دارا می باشند زنان فقط مجذوب و عاشق مردان درونگرا می شوند مرد درونگرا هرگز در عمل مرید زن خود نمی شود و بلکه زن او عملا به ارادت او در می آگد و چون این مردانی البته بسیار بسیار اندکند و زن برونگرا هم عموما نظر مردی را جلب نمی کند و گویی که طبع زنانگی در وی نمی آبد. مرد عموما بر حسب ظاهر موجودی معناگرا و حق پرست است ولی باطنا مادی و دنیا پرست می باشد ولی زن عموماً عکس این وضع را دارد برای همین است که زن فقط عاشق مردان حق می شود یعنی عاشق کسانی که دنیا و مادیت را به کنار نهاده اند. پس دو ریای طبیعی در زن و مرد وجود دارد که هیچ یک تا به تحمل ریای دیگری را ندارد و فقط ریای خود را برحق می داند. زن فقط عاشق مرد حق می شود ولی به ندرت جسارت ازدواج با بی را دارد و میل دارد او را دورا دور بپرستد و یک دلیلشان است که می داند که او عاشقان دیگری هم دارد یا خواهد داشت زن عموما در بیرون از خانه راستگو و بیریاست و اکثر دروغهایش را در منزل به شوهرش می گوید ولی مرد به عکس می باشد ایمان زن از جنس پرستش است پرستش آنچه که هست ولی ایمان مرد عموما از جنس انقلاب است دگرگون ساختن آنچه که هست و این آرمانگرایی اوست زن هرگز به میل خودش و نیز برای ارزای شهبانی تن به رابطه نامشروع نمیدهد مگر اینکه یا مست باشد یا عاشق شود ولی مرد عموما اینطور نیست سکس در نزد زن فقط نوعی ابزار است ولی برای مرد نوعی هدف است و زن از این صفت مرد بیزار است زیرا آن را درک نمی کند و مرد نیز از این صفت زن بیزار است زیرا آن را درک نمی کند. در نزد زن فقط اخلاق عشق است که معتبر است ولی در نزد مرد عموما اخلاق عرف است که اهمیت دارد و این هر دو بر حقی قرار دارد و لازم و ملزوم یکدیگر است و بدون هم موجب فساد و نفاق می گردد. مرد بایستی زن را بفهمد و با او صبور باشد و زن بایستی مرد را اطاعت کند و با بی صادق باشد. و تا مردی بر زن خود معرفت نیابد از طرف زن خود اطاعتی نمی و زن نیز تا از مرد خود اطاعت نکند نمیتواند با او صداقت داشته باشد و از او معرفت و محبتی درک نماید زن تا از شوهر خود اطاعت نکند او را و نیز خود را نخواهد شناخت و مرد نیز اگر بر زن خود صبور نباشد او و نیز خودش را نخواهد شناخت زن اگر از شوهرش اطاعت کند چیزی را کشف می کند که هرگز تصورش را نداشته است و آن چیز آرامش و ایمنی و عزت نفس است و وارد شدن به حریم محبت است و نزدیک شدن به دل شوهرش ولی مرد اگر از زنش اطاعت کند از چیزی اطاعت کرده است که وجود ندارد و مقصدی هم ندارد و گویی در خلعی ساقط گردیده است و هرگز هم دمی رضایت زنش را نخواهد دید و زنش نیز به تدریج از وی بیزار خواهد شد و حتی از همخوابگی با وی اجتناب خواهد کرد و به سوی انحراف خواهد رفت اینها قوانی نیست که از تجربی زناشویی در تاریخ به دست آمده و تغییر ناپذیر است و احکام دینی هم داله بر آن می باشد. و البته زن هم اگر اهل اطاعت باشد از مردی اطاعت می کند که او صادقانه اطاعت از حقیقتی برتر نماید و حق پرست باشد وگر هرگز اطاعت نخواهد کرد و اگر هم جبرن اطاعت کند اطاعتی منافقانه خواهد بود. یا قیترین زنان همسران مردان متکبر و ستمگرند که به حقی متحد نمی باشند. زمانی که مرد خود را علت العلل معیشت همسر و فرزندان میداند و یا زن نیز شوهر خود را به این دلیل میخواهد رابطه ای قلبی وجود ندارد و سراسر ریا حاکم است و این رابطه به بادی میلرزد و در خطر میافتد در رابطه ای که اساس آن معیشت است و هرگز معرفت و محبت و رشدی وجود ندارد و خواه ناخواه به سمت فساد میرود و به عذابی مادام العمر تبدیل می شود. زن و مردی که هر دو به حقی اتصال و ایمان ندارند و به قوانین فطری وجود پایبند نیستند به سرعت از یکدیگر دور شده و هدایت کننده یکدیگر در وادی فساد و تباهی می شوند و به زودی خسم هم دیگرند. بین زن و شوهر حق است که حائل و فاصل است تا به آن دل و سر نسپارند به وسال یکدیگر نرسند واقعیت دیگر این است که آنچه که خاص در تمدن مدرن بین زن و شوهر در کلیه امور حکم میراند تکنولوژی است و این حاکمیت به طور فزاینده‌ای به همه ابعاد و اجزا و اعماق مسائل زناشویی رسوخ کند. تکنولوژی به معنای فنی شدن ابزاری شدن و حسابی شدن امری است که اراده و انتخاب و عاطفه را در گرو خیش میگیرد و از بیرون از حیات زناشویی بر امور آن حکم میراند بیگانه ای که حتی در زیر لحاف حضور دارد و حائل است به بیان ساده می توان تکنولوژیکی شدن زناشویی را همان زنایی شدن زناشویی دانست که زناشویی را در همه مسائل عاطفی و جنسی و رفتاری و گفتاری و اقتصادی و فرهنگی می رو باید و در خود حل می کند و هر دو را به خدمت میگیرد و از یکدیگر بیگانه میسازد، حرام می سازد. بیزاری جنسی در میان زن و شوهرهای جوان یک پدیده کاملا مدرن و از محصولات تکنولوژیزم در عرصه خانواده است. فروشگاه های زنجیری، ابزارالات جنسی، یکی از نشانه های بیرونی این جداسازی می باشد و نیز مطبوعات مربوط به امور و مسائل جنسی و نیز آموزش های جنسی نمود دیگری از تکنولوژیکی شدن رابطه زناشویی است و بعض به سوئی می رود که بدون داشتن این آموزش ها و ابزار و فنون جنسی هر نوع رابطه جنسی ناممکن می شود و عاقبت چنین وضعی آنجاست که حتی برای ارزای جنسی محض نیازی به همسر نیست و بلکه خود این تکنولوژی و کالاهایش کفایت می کند و تولید آدمک های جنتیکی می تواند این خودکفایی را کامل کند. آدمک هایی که فقط برای ارزای جنسی محض تولید می شوند و دیگر زن و شوهر برای نیاز جنسی خود مجبور به دهان و معامله و ریا و اکراه نمی باشند و در واقع دیگر به یکدیگر نیازی ندارند و به علاوه مشکل جلوگیری و سقط جنین و ایدز و امثال هم نیز برطرف می شود و این واقعیتی است که پیش روی داریم در اینجا می توان تکنولوژی را به عنوان یک رسالت متافیزیکی مد نظر قرار داد که افراد بشری را جبران به سوی تنهایی و تجرید محض میکشاند و هر کسی را به دام فردیت جسمانی و نفسانی خودش می اندازد و دیگر دست هیچ کس به کس دیگری نمیرسد و هر کسی سلول انفرادی خیش است. این واقعه در معنای دینیش همان نشر است، که در حشر این تمدن برپا می شود جمع تنها اگر به لحاظ معرفتی و دینی زندگی زن و را عرصه ای بدانیم که هر یک از طرفین بایستی بر تمامیت کبر خود فائق آید تا به وسال همسرش برسد اینک آن کبر بی پایان در جمال تکنولوژی آشکار شده و انتقام می ستاند و فراغ ابدی را تضمین می کند. امروزه تمامیت آنچه که تکنولوژی نامیده می شود، در کلیه شعبات علمی و طبی و تربیتی و هنری و فنی و سیاسی و اقتصادیش رسالتی جز جدا سازی زن و شوهر از یکدیگر ندارد. متلاشی کردن کانون خانواده که هسته جامعه است. هسته ارتباط و عشق و معرفت و تعالی و رستگاری. به هر حال خانواده محکوم به نابودی می باشد و حد اکثر مسئله تولید نسل بشری است که باقی میماند که آن هم به واسطه ژنتیک در آزمایشگاه ها ممکن می شود و نیازی به زناشویی نیست و هم جنسگرایی از نخستین محصولات حاکمیت تکنولوژی بر زندگی زناشویی می باشد. بشر از فرط تکبرش در رابطه زناشویی به سوی خودبراندازی می رود و تکنولوژی ابزار این خودبراندازی است و در عین حال این خودبراندازی را حراست و رهبری و تمدید می کند تا هیچ کس نتواند به آسانی و به یک آن خود را نابود سازد. بلکه بتواند از تجربه نابودی ابدی برخوردار گردد علم طب و شینی از مهمترین شعبات تکنولوژی در تمدید مهلت عرصه خود براندازی محسوب می شوند. انسان به میزانی که از خود می گذرد و کبر خود را زیر پا می نهد و بر آن غلبه می کند می تواند رابطه برقرار کند هستی یا بد. و هستی یابد. و زناشویی میدانی است که از شد ایثار را میطلبد وگر نه به اشد عذابها می انجامد و به اشد جنونها و خودبرندازی ها و اگر امروزه بدون تلویزیون و مواد مخدر و الکل و داروهای خوابآور و روانگردان نمیتوان لحظه ای زندگی زناشویی را تحمل کرد پربازه است. هر کالای تکنولوژیکی جدیدی که به خانه وارد می شود برای ساعات و روزهایی ادامه زندگی زناشویی را میسر می کند ولی بلا فاصله بر شدت جدایی عاطفی بیش از پیش می و لذا به کالاهای پیچیده تر جدیدی نیاز است تا بتوان به زندگی زناشویی ادامه داد و این جریانی است که پایانی بر آن متصور نیست هر خوراک و پوشاک جدیدی و هر وسیله الکترونیکی جدید و یا اتومبیل و خانه جدیدی می تواند برای یکی دو بار رابطه جنسی را تشدید و حمایت و میسر کند. ولی به همان شدت از عمق وجود و از کیفیت انسانی رابطه می کاهد و رابطه جنسی بعدی بسیار پرخرجتر و فنیتر و سختتر می گردد. تا آنجا که طرفین احساس می کنند که بایستی یک آدم را بخرند و وارد زندگی زناشویی خود نمایند و فسق و زنا را بر یکدیگر مخلصانه حلال نمایند تا گهگاهی هم بتوانند خودشان رابطه جنسی برقرار نمایند و اصلا بتوانند یکدیگر را زیر یک سقف تحمل نمایند این همان واقعی است که در تمدن جدید به سرعت در حال وقوع می باشد که گاه به جنایت هم منجر می شود زیرا عاطف دخیل می گردد و حرس و حسد ز نهایتا آدم ژنتیکی و یا حتی آدم الکترونیکی که هیچ عاطفه ای ندارد می تواند این مشکل را حل کند و زن و شوهر مجبورند به اراده فنی این آدم بیروح تسلیم شوند. آدمی که میتواند معنس یا مذکر باشد و یا هر دو حالت را داشته باشد و یا حتی دو تا آدم ژنتیکی و یا الکترونیکی معنس و مذکر میتوانند به جای زن و شوهر به کار گرفته شوند و به جای زن و شوهر قدیم انجام وظیفه زن و نمایند و مظهر اراده آن دو موجود نابود شده باشند. میل به استمنا. گرایی و بیمیلی جنسی در زن و شوهر از نشانه های اولیه طلاق روانی است که انگیزه جز استمرار کبر و غرور و خودخواهی ندارد و تکنولوژی آن موجود قهاری است و آن القارعه و در همکوبنده ای است که کبر شیطانی بشر را متلاشی می سازد و او را مبدل به مهره بیخاصیت و پوچ می کند. تکنولوژی همان حیولای شیطان است که بر انسان فائق آمده است و به امر خدا انسان متکبر و کافر را به انباع عذابها می کشاند و از لذیزترین و حیاتیترین غریزه اش ممنوع می سازد و از همه مهمتر امکان دوست داشتن و دوست داشته شدن را محال می سازد انسانی که در مقابل دل، تسلیم نمی در مقابل فولاد و بتون سجده می کند.